سلام، درود دوستان، درود دوستان، خیلی خوش اومدید. میخوایم شروع کنیم یک ویدیو پر از انرژی، پر از صفا، پر از سیتی همراه با کوچیلی. سلام دوستان عزیز، خوش اومدید. تو کوچیلی، کوچیلی تر از همیشه با احمدزاده عزیز و پسر ایرانی برگشتیم، حال کنیم دور هم، مخلص همگی. پیشنهادی هم دارید برای من بزنید؟ در ایران سلامتی همه کوچیلی ها، همه بوچیلی ها، همه اوچیلی ها، همه لیچیلی ها، همه چیچیلی ها و بچه های اون برد. آفری فوش بود. آقا در این ویدیو داریم از قسیم آقا بیادر خندقن یه ریمیکس ستایی که پیشنهاد میدم از دست ندید، که فوق‌العاده قراره با هم دیگه بخندیم. آقای کوچیلی نظر مثبت چیه؟ عشق است. دوستان عزیز، پیشنهادهای خود را در یوتیوب در کامنت ها بنویسید، چون اینستاگرام طرف مثلا پیام میده سلام و هیچی نمیگه، میدونی؟ آره، اگرم تو اینستاگرام میفرستین لینکشو بفرستید، مرسی. ولی بیشتر تو یوتیوب من میبینم پیام ها رو، اینستا اصلا زیاد نمیام. خیلی ممنون از دوست عزیز. پند اندر چیزی داری خدمت بچه ها بگو بریم ویدیو رو ببینیم. تا توانی در جوانی ازدواج کن سریع. یه رو عوض کردم. مرسی، همین یه مصرع رو دارم. ازدواج کن که بری سر خونه زندگی. من رفتم روی موضوع دیگه. بچه اگه کسی اون اصل مطلبی که الان هومن گفت و دقیق بنویسن تو کامنت ها وجدانن، یه جایزه خیلی خوب دارن. تا توانی در جوانی منت هیچ کس را نکش. بقیه شو بنویسید. ممنون. سریتر ازدواج. آره بنویسید. سریتر ازدواج. باش تو کال مده شرکت زنگ بزنم خدا و قرآن اگه پیداش نکنم چیگه پسی مردم که چیزا را پیدا میکنه من ایره پیدا نمیتون. وردار نه بردو بجیر سایم سایم که ترنگ 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 مسجد میای که پیسه نداری کم خوشی البرو باز دخو نمیمان حال که ما کار داریم نمیورد. قرآن بزنید. نه 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 ما انگلیس بود، نه بابه ما انگلیس بود، به ما انگلیسی گفتم اره الهی من قرآن در کمرت بزنه تکه و توتا شوی با زنگ میزنم. زنگ میزنم قسیم. بله سلام علیکا. و علیکت سلام برادر، بفرماین کی از کجا بتم؟ آخ بیاده نه زنگ نمیزنه قسیم، طنز خودشه در آره کاراکترهای مختلف. قسیم برنامه بعدیه. آقا بیادر توی دوره خیلی تو تلویزیون افغانستان، مخصوصا دوره شبخند، یعنی فکر کنم از اونجا استارتش خورد که طنزاش اومد بالا تو برنامه شبخند کنار کاکا آصف، یا قبلش هم بود. آره، تیکش رو دیده بودیم آصف جلالی. آره، بود فکر کنم. آره بعد رفت ترکیه فکر کنم دوباره برگشت الان افغانستانه، چون من یه برنامه دیدم داخل افغانستان بود، حالا شاید چکر اومده رفته نمیدونم. ببینیم بچه ماگل پایکت هستی؟ برادر ببخشین رشخندی نکنم، ببخشی دیگه چرا خالق خال مقال میکنی؟ ماگل پایکت هستم، این قریه ما گفت میرم در کابل اونموزه گفت میرم، من گفتم خیلی در پشت تلفونم بچه ماگل پایکت هست. برادر بفرماین شما کی هستین، از کجا به تماس شده؟ من فضلوی پسقل فروش هستم، از قریه داخل تشنا. اینم خودشه. آره از تشنا به تماس شدین، شما گپ زدن تا نمیفهمین. خانه ما که از در پایین است او جانتر نمیتر دمی تشناب که سرمی قدیگه که قلق بشیری همو تانتر میتر فکر کن در دوبای سر برج خلیفه شیشته. خب بگو کاکا جان چی مشکل داری؟ مشکل من لالایی هست صدقه چوام یکم اکباری، مشکل ما مارمتر هست بگویم اونه برو کسی نیست. لالایی یک مشکل دارم، خب امی نوکر لنگت روزه امی چه رفته پیش
روز چهارشنبه ساعت 4 بجه 4 دانه گاو همسایه از همین 4 کوچه جمع شد از همین دم ما رفت دروازه قلا باز بود گاو با بر آمد چقدر بیعقل هستی عالمی گاوت که گم شده میره با ما چی ما چی خدمت تکنم چی خدمت کنی گاو ما پیدا به کجا زنگ زده اصلا؟ زنگ زده بود به کی؟ نگفتش اصلا نگفت به کی زنگ زده نمیدونم این کی حالا زنگ زده که ازش درخواست کمک میکنه برای اینکه گاوش رو پیدا کنی ببینم تا تهش متوجهش میشی گم شده تو در کابل در شرکت مخابراتی زنگ زدی گاو ما پیدا کن تو زنگ زده مخابرات ممنونم عقل داری؟ رانو گو مگه در قریه گم شده خب محمودم میگم خود در کابل پیداش که چند روز پیش امی همسای ما موترش در قریه گم شد خود در قرآن در کابل پیدا شد وی پیدا کو از من رو گو مده کابل خداحافظ تو دیوانه هستی خداحافظ خداحافظ خداحافظی چی میکنی گپ ما گوش کن خداحافظی میکنی اگر من هم در پشت ویسی ششتی گپ ما میزن او مشکل ما که حال نکدی خب یک مشکل دیگه مال کو خب بگو امی آخری سوالتان بگو نوکرت که در قریه خب میفهمی که مالداری دارم مالداری یکم 20 دانه گوسپند دارم یکم 40 دانه گاو گوساله و چیزا دارم 20 بوجی پشکل دارم پشکل خب من چی خدمت کدم ایتام؟ چی خدمت کنی چقدر پشکلاش هم میگه میخواد پشکل هاش هم فکر کنم بفروشه یعنی اون براش یه کاری کنه که بفروش بره انبرنسا پشکل وای وای خیلی خوب بود دیگه خدمت نکردی اگنر بگی که می پشکل در کابل بودی چند هستی به خدا سل شدیم بابا کاش که از امی از این که در کراچی می داشتیم خوب بود صبر کو صبر کو اچ انا ایس هیت دی غیرت بینا با خدا نگه بازنگ نکنم من گو ما پیدا نکنم سرت نرخ پشکلا نگوی بنا گه بانم رخ کر دی چه فوشی داد تو آریانا تیوی بود برنامهش آره آق بیادر تو آریانا تیوی کار میکرد تو تلویزیون یک کار میکرد آره دقیقا بعد رفت دیگه 3 سال پیش اینا طالبان اومده رفت ترکیه و ترکیه هم خیلی برنامه درست کرد خیلی فعالیت ها داشت ولی طنزای خاصی داشت درست اونطوری وارد تلویزیون نشد اونطوری بالا نیومد ولی طرفداران خودشو داره و فکاهی و طنزای جالبی داره آره خیلی ریتمش هندی ها میخونه خیلی ریتمش نزدیک چیزه موزیکای مهدی فرخ مهدی فرخ هم آره خیلی شیکه بعد این طنز خیلی قدیمیه و جز جالبترین طنزاشه چتی پتی تو چیکونم آخر کدی تو
موسیقی زدن براش. ببین این سبک این سبک رقص خود قسیم فقط. آره آفرین، شونه ها رو میاد بالا. آره کج میشه، جمع جور هم از خیلی بهش میاد. شناختی؟ همه رو اشکش در اومده. ماشین چکلا بودی تو اینگاس دونا کی جینگاس گورت لفنگاس نسور دوری نا لایاس پیپل کو کنائی لوف می زانی دا فیس بک دایم او کنائی نسور دوری نا لایاس پیپل کو کنائی لوف می زانی دا فیس بک دایم او کنائی. مرسی مرسی. سلام افتخار هنرمند بزرگ افغانستان. سلام. ضعیف از قبول ندارم. افغانستان سلام. درخت افغان اگه متوجه باشین یکان بار سریال تولسی بشد. اخ قربان آرش یک آهنگ هم بخون. باز ولی میگفت که آرش جان آهنگ را خوندی در راگ دایناسوری بود و واقعا ما دو نمره از لایت کم میکنم، یک نمره را از سرت. باز آرش جناب فتح علی خان آهنگ را خواندم در ماجور بود، می ماجور تی تکنارور. باز امی گفت چرا شما سی نمره مرا کم کردین؟ باز فتح علی خان سریال تلسی بوری دا 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 دا. باز تایر دیگه تایر شما بطرف فتح علی خان دم 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 دم. خب افغان بزرگ قد بالا داری، چشمای خمار روخ زبا داری. چی استعداده؟ واقعا استعداد تو نیست. یک دفعه میخواییم امی یک دفعه پیش بیاییم یکم اکی میشه پیش بیاییم. این داره مثل خانم شعلا میکنه. داره حدای اون شعلا رو در میاره. دقیقا دقیقا ای تو استعدادایی هست افغانستان. یک بار مادرکت گلم میخواییم روی تا ببینم. یک بار اجازه فامیلم نیست. خیر است، یک بار من فقط خودم میبینم. یک بار یک بار میخواییم خودم ببینم. مادرکت گلم استعدادت قابل قدر است. وی ستی گل روی چاوم مادرکت گلم. اینقدر با نام دست کارو چاوم. ما چی کردیم؟ تشکر از قسیم ابراهیمی و حال خیلی خوب بود. این یه تیکه خیلی ریزی بود که شوخی داشت با خانم شهلا زولان و برای خودت تیکه ها رو میچسبونی هم عشق میکنی ها. دقیقا، چون بچه ها میفرستم من این ویدیو رو ندیده بودم، خیلی هم قدیمی بود. یکی از بچه ها فرستاد در حد 2-3 دقیقه بود. گفتم خب به هر حال باید به نمایش گذاشته بشه. تیکه ها رو میچسبونیم کنار هم، ریمیکس های قشنگی در میاریم، خاطره سازی میکنیم، یکی با این خاطره داره یکی با اون خاطره داره دیگه، اینطوری میریم جدا که صفا کنیم دوره هم بریم. بچه های خنده‌قند داشته باشیم. است ممنون. تو که هنوز اینجا برو نلینچه شیشته کتاب میخوانی؟ پدر جان پس برو کتاب بشینم نلینچه بخونم. مگه ما به تو زنگ نزدم گفتم که میشه بیرم به تبریکی آجی ستار؟ اولا که هنوز شو نشده. نشده که نشده، همین روز بهتره، هر چی زودتر بهتر. عزتی هم به جای بخست که بره. پدر جان مهمونی تبریکی به خاطر چی؟ ها؟ مگه با تو گفتم بچه های ستار از صنف 8 فارغ شده، امروز سپرچه خورم بگرفته، از هیچ مضمونی هم نمونده. واقعا خسته نباشه. از صنف 8 فارغ شده ما میگره بریم به تبریکی؟ خب ها دیگه، از صنف 8 فارغ شده ما میگره بریم به تبریکی؟ همیته میگه که فقط از صنف 6 فارغ شده باشه. خب صنف 8 خیلیه دیگه. پدر جان من از رشته تب به عنوان اول نمره فارغ شدم، ولی اجی ستار نرمد به تبریکی. بعد ما بریم به تبریکی اجی ستار که بچه از صنف 8 فارغ شده. بچه جان تو گنسی دکتر بشودی ولی فهمیده نشودی. چرا آخه من میرا میگم؟ یعنی تو توقع داری که ای ستار به او کبکبا به او دبدبه وقت بیای به تبریکی ما؟ اصلا این چیزا به گندگی نیست، به ادب
به شعور، به متانت، به شخصیت تو هر چی هم بالا باشه خب دیگه ارتباطی هست. درست میگم آقا کوچیکی؟ بچه خانواده ها ببین قدر بچه ها خودشون رو نمیدونن، خیلی البته همه اینجوری نیستن، یعنی مثلا بچه رفیقشو میبینه که یه گوی شده ولی بچه خودشو نمیبینه چه دستاوردهایی داشته، به چه جاهایی رسیده. خب آدم ها با هم فرق دارن، قرار نیست همه مثلا دکتر مهندس بشن، هر کی تو یه چیزی موفقه. متاسفانه ما رو هی بچگی گفتن باید فلان بشی، باید دکتر بشی، بعد یکی که مثلا دکتر شد اونو زدن تو سر بچه‌ها، استعداداشون هم کور کردن. این خیلی اشتباه بود. پدر مادرها نکته رو گرفتین، ممنونم از همه تون، دوستتون. چرا تو قدر پرتوقعی بچه جان؟ تمام پول و دارایی زندگی ما جمع کنی برابر به پول داخل کیسه نکر و ستار هم نمیشه. نش اصلا مگه نکر کیسه داره؟ اصلا مگه تو پول داری؟ شاعر یه شعر اومد تو ذهنم، شاعر میدونی چی میگه؟ میگه بعضی ها زیر خط فقرن ولی خیلی ها زیر خط فهمند. شاکرم، آفرین. پس که اپا مفت نزن، وقت از که بریم به تبریکی های ستار، وقت از جمع کن بیا یه دست دیگه برای من بزنید. خیلی قشنگ خوش آمدی قام جان، منتظر آمدی بچه من ساعت دوازده بجه خب بسید باشه خب بخونه. چه بادی کرده خودشو، باور کنه نجی جان بچه شو انگار فارغ التحصیل دانشگاه شده، جشن فارغ التحصیلی اینو میپوشن. کلاس هشتم بود گفت دیر خبر شدم، بازم همین که خبر شدم مثل اسب بریم خود خور برسندم. تبریک باشه، واقعا که شاکار کردی بچه جی، واقعا شاکار کردی. وای ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله، بیخی شاکار کردی بچه جی، واقعا بچه‌شو ماشاءالله. دکتر مملکتو برده اون، باور کنیم خدا ببخشونه باعث سرفرازی بسته قوم شده. اگه بچه من خلیفه ناصر باید هم میتونه موفق باشه. ناصر خاله جان شما از صنف 8 فارغ شدی بعد این لباس پوشیدی؟ چهره چه کار میشه؟ خب این لباس فراغت دیگه، هر کس فارغ باشه میپوشه. نه نه منظورم اینه که به شما خیلی هم مقبول میگه. کاش که وقتی از صنف هفتم فارغ میشدین این لباس میپوشیدین. آره من شدی که باور کنید رئیس صنف 8 خیلی صنف بالایه، یعنی هر کس نمیتونه به این جایگاه از علم و دانش برسه. آفرین آفرین. بله البته 100%. به هر حال ناصر خاله جان خیلی مبارک باشه، بیخی شاکار کردین شما دیگه. آدم باید چلو شیشم نمره بیخی آفرین، بیخی صد ماشاءالله. باور کن ایسه من تا حال شیشم نمره را نزدیک ندیده بودم. آفرین آفرین. دایوس پسر خودت یک دکترا شده، چی میگی؟ این چپن باز میگه چی بود؟ میگه شیشم رو ندیدم فقط اولو دیدم من نزدیک. چپن انداز، ممنون دوست چپن انداز. کاش که این بچه من گرد پای تو میرسید، یک عمر برف درس خوند ولی هیچ وقت از اول نمره بالاتر نرفت. ماشاءالله ماشاءالله. پدر جان خیلی ببخشید جهت اطلاع شما اول نمره از شیشون نمره بالاتره. من هم جهت اطلاع تو باید بگم که خواهی مالم نمره آدم پولدار از 100 تا اول نمره آدم بی پول اول نمره تره. دقیقا ماشاءالله ماشاءالله. دیگه هر کس همینه میگه پولدار باشی هم مهندسی هم دکتری هم وکیلی هم وسیری هم ریشتفیدی احترام داری همه دوست دارن، به سواد نداره. پولدار باش سیگار بکش میگن یارو چه با کلاسه. ما هم بریم بکش. بدبخت باش بدبخت باش بکش میگن معتاده. این تأثیری که پول میذاره استعداد داره، استعداد من به فهمیدگی و درس خوندن. این بچه مازم خورترکی همیت علاقه من در درس و فراغت بود، میرفت تا کوچه با موش میزد برو بچه همسایه، بعد میامد داخل خونه برای من قصه میکرد که برفتم بزدم با رو پوز بچه همسایه که از توفای و برو دیوار نوشته شد سازمان ملل. یعنی میگم از این خورترکی علاقه من در خوندن و نوشتن برای این میگفتم بچه هم تو در آینده ما چه کاره بشی؟ میگفت پدر جان من مهم فارغ باشم که بالاخره شد. ببخشید ناصر خاله به صنف شما چند نفر شاگرده؟ ما خیلی شیشتایی میشیم،
یعنی از بین 6 نفر شما 6 نمره شدی. ها دیگه تازه ماستون 5م هم با شما می استاد ریاضی کلا 6 نفرن اش من نمیخوام اگر نه که حتی 5م هم میشد. از آخر اول شده. این نکته خیلی مهم بود. ما چرا نایده بودیمش؟ ببین یه نکته زیبای تو ویدیو هست، حقیقته. بله. تمام این پدر مادرها که میخواستن بچه‌هاشون یه چیزی بشن، اون مرده رو دیدی چه پوزی میده؟ بله. اکثرشون میخواستن پوز بدن جلو بقیه. قطعاً. پسرم رو فرستادم استرالیا، پسرم نمیدونم چی شد فلان، برای خودشون بود. متاسفانه کردن عمرو. راست میگه. من خودم شاهدم. مرتکب بیعت رشوات قبول نکرد. با یعنی حتی امکان داشت پنجم نمره بشین. ماشاءالله نام خدا، یعنی شما اینقدر لیاقت و نبوغ رشوه داده خدای خیلیه. به نظر من که حیف شما رو به یک کشور باشید، هر چی زودتر فرار رو مقصود کنید بریم به سمت خارج. وای حاجی، البته نگفته نمونه حاجی صاحب که من شکر خدا دیگه بالاخره از رشته تب فارغ شدم. خب ما چی خدمت کنم؟ ما من درک نه چیزه، فقط اختلاط کردم. خب اگر تبریک شما خلاص شده ما برم که استراحت. تو برو که بخی از صبح حلاک شدی، از صبح هی فارغ میشی. برو برو استراحت کن، من قصه اینا نباش. برو باشه مصطفی. آه برو دل جمع برو. باش. از صبح ببین، از صبح چندین نفر رفتن اونجا برای تبریکی و این حرفا. تموم شد ویدو؟ بله. بحث رشوه رو کرد. ما یه معلم زبان فارسی داشت حاجی، فکر کنم من فیزیک رو 20 میشدم، ریاضی رو 20 میشدم، همه چی درسام خوب بود. زبان فارسی بچه ها رو مینداخت. چیزی نیست که زبان فارسی سخت نیستش که، تو رو مینداخت که بری کلاس تقویتیش رو بگیری. اون موقع 30,000 تومن بود یادمه. بعد تو کلاس تقویتیش سوالاتو به ما میداد که مثلا ما بریم 18-19 بشیم. اصلا مهم نبود تو درست جواب بدی یا نه، تو رو مینداختت. یه جوری تنظیم کرده بود، نمره کلاسی مثلا فلان و اینا داریم، هر کی کلاسش نمیرفت خلاصه مینداختش. ما رفتیم کلاسش، دو سالم باش داشتیم، سوالا رو سال اول بهمون داد درست بود، سال دوم سوالا رو داد، رفتیم سر امتحان دیدیم یه سوال دیگه اومده، همه رو انداخت دوباره. یعنی ما هم که کلاسش رفته بودیم پول داده بودیم انداختمون. چه آدمای با شرفی هستن. خیلی نکته داشت این ویدیو در کنار طنزش. خلاصه مرسی که بودین، تشکر از لطفتون، امیدوارم لذت برده بوده باشی. تا ویدیو بعد، بای بای.